سلام بر شما بیننده عزیز، وقت شما بخیر باشد. نفتالی بنت، صدر اعظم سابق اسرائیل، با یک تأسف امروز گفت که دیگر دشمنان ما از اسرائیل هیچ ترس ندارند. 76 سال در ترس ما اصلا دوام آورده بود. این معنای گپش است. منابع عبری میگن که شاید حمله به تل اویو کار یمن نباشه. این باورشان نمیه. کار کی باشه خی؟ میگه از حزب‌الله نباشه، از حزب‌الله. چرا ایتو باور ندارن؟ به دلیل از اینکه 2100 کیلومتر فاصله پایین بوده شده کو پهپاد آمده زده. یعنی که یمن چیست؟ و حادثه که دیروز اتفاق افتاده در شهر لووف اوکراین، ایرینا فاریون یک نویسنده بسیار متعصب اوکراین ترور شده است. این نویسنده بود که وقتی که نواسه خودم میگفت هم در کودکستان یا در مهد کودک وقتی که کسی روسی با تو حرف زد با مشت پوزش خرد کن. نویسنده سیاست مدار بسیار یک آدم کشفشی. ما که دیدم که آینده اوکراین اینا رو شما تصور بکنه. خب برحال شروع میکنیم از بازدارندگی فروپاشیده اسرائیل. رسانه اسرائیل مرتب از شکست بزرگ بعد از حمله یمن تأسف میکنن که چی بود؟ یعنی از غرشی که در شهر انداخته، یعنی چندان تلفات و گپا نداشت. من مرد اثرات روانیش و ذهنیت مردم و رسوایی تبلیغاتی زیاد بود. پهپاد ارتش یمن قبل از رسیدن به تل اویو، خب 2100 متر گفتم، 2100 کیلومتر پایین بوده. و دیگه چی کردن یمنی ها؟ یک پوسترا و پامفلیت های تبلیغاتی را هم در شهر تل اویو پخش کردن. یه نه ایره خواب نمیدید کسی. و منابع عبری در ارتش اسرائیل گزارش کردند که یک آلت فوقلاده تشدید تنش در کرانه باختری اعلام شده است. اما کرانه باختری که ما همیشه میگیم که جبهه دوم حماس است. کانال 13 اسرائیل گزارش کرد که پهپادی که آمده بود از طریق دریای مدیترانه آمده بود. مدیترانه مسیر غیر عادی که نشان میده یمن اطلاعات از یک جای دیگه گرفته بود. چرا؟ یعنی درباره نقاط کور در چشمانداز رادارای اسرائیل، اونمون نقاط کور کشف کرده بودن، از امون رو از امون مجرا آمدن زدن به هدف. خب حالی توجیهات از اگر چی که از کور است یا هرچی بود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگه که حالا هیچ کار اسرائیل یک حکم مقدس نیست. وضعیتی که دشمنای ما از هر طرف سر ما تیراندازی میکنن، این دیگه ما هیچ چیزی برای ما نمونده. به خاطر از اینکه ترس، یعنی ترس خود از ما اونا دست دادن. هر دشمنی که آلی سر ما میگه حمله میکنه، امو ترسی که در گذشته از ما داشت دیگه او ترس از چشمشان پریده. چقدر جالب میگه. چطور میگه منطقه جلیل اولیا 9 ماه است که زیر آتش ازبالله قرار داره، از سکنه خالی، کشته و زخمی هم همچنان در شمال و جولان و اوسیان. از کجا میان حمله میکنن بالای اسرائیل؟ بندر ایلات از کار افتاده. معلوم است که یک وضعیت عادی نیست و برای همیشه وضعیت ما باقی نمیمونه. خب چی میشه؟ میگه قوم اسرائیل تغییر میکنه. جالب. خب اما اسرائیل به خود باز خواهد گشت. یعنی رستاخیز اسرائیل دوباره شروع میشه. چی در رستاخیز دیگه؟ امی چیزی که از دستش آمدی کدی. باز دل خدا او دادم میگه که روزای امن خوب ما خواهیم داشت. چطور چه کار؟ وبسایت اسرائیلی، یک وبسایت والا، یا میگه که
نه، ما باید منتظر شلیک 5000 موشک و پهپاد به طرف تل‌آویو باشیم. حال وضعیت او رقم نیست که کلی از ما بترسه و ما یک غارش بکنیم همگی خاموش. نه، این وبسایت با اشاره به اینکه حمله عملی یمن به تل‌آویو یک شکست تمام عیار به کلیت اسرائیل است و این وبسایت به در ارتباط به یک جنگ بسیار بزرگ هشدار داده که سراسر خاور میانه در جنگ پیچیده خواهد شد. یک خبرنگار ارشد بی بی سی هم در این ارتباط گفت که این عمیق‌ترین حملات روسیه یمن است که هم از نظر زمان و هم از نظر مکان دارای یک پیام معنادار بود. برازی سر از این بسیار فکر شده بود. این حمله میلیاردها دلار هزینه ائتلاف امریکا و انگلیس در منطقه زیر سوال برده. حالا متوجه شدین که جنگ امروز یک جنگ چی است؟ بین اسلحه ارزان و جنگ اقتصادی است دیگه. جنگ بین اسلحه مؤثر ارزان و اسلحه بسیار قیمت بهاست. یک راکت شلیک میشه به خاطر از اینکه یک راکت که 3000 دلار قیمت داره او را دفع بکنه. داله که ایه که شلیک میشه او را دفع بکنه کم کمش 500,000 دلار خرج داره. جنگ به این شکل شده. منابع ایبری اسرائیل باز هم بسیار تبصره کردن امروز، ما تمام چیزایشان رو دیدم. میگن ما احتمال میتیم که حمله کار یمن نباشه. خب از کی باشه؟ میگه حمله اقدام از جانب حزب الله است که نام یمن را سرش ماندن. خب یه هم یک گپ است. مگر اسرائیل که بسیار وارخطا ساخت، یعنی غیر از تل‌آویو، حمله بر تل‌آویو، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع فلسطین بود و علیه اسرائیل اصدار حکم کرد. گفت تمام شهرکایی که شما میسازین غیر قانونی است. البته این اجرایی نیست، یعنی یک مجری عملی نیست دادگاه گستری، دادگستری، اما مشروعیت اسرائیل گرفت. حال اسرائیل موظف است به اشغال غیر قانونی سرزمین های فلسطین از شروع از مرزهای 1967 که در جنگ 6 روزه گرفته بودن هر چه سریعتر اشغال پایان بده. اینمی مکنیم حکم دیوان بین‌المللی دادگستری دیدم به یک معنای دیگه مشروعیت دادن به جنگ دائمی علیه اسرائیل است. چرا این خیلی ها نمیده؟ کل حضور اسرائیل در فلسطین اشغالی غیر قانونی تلقی شده. یعنی اسرائیل یه هفته اخیر بسیار شوک دیده. یک شوک شنید. خب توقف فوری تمام فعالیت های شهرک سازی و تخلیه کل شهرک نشینان تال جور کرده. نه، اسرائیل گردنش رو بزنی 3 مرتبه بمور زنده شوی تن نمیته به یپا و می خاطر است. ما گفتم که نمی فیصله ها مشروعیت جنگ علیه اسرائیل آخر زمانی نشان میده. حتی گفته که به فلسطینی ها به پرداخت غرامت شوه از این دمید طول می ده ها سال. از گفته از همه کشورها می خواهیم بین اسرائیل و اشغال هر سرزمین فلسطین یک تمایز قائل شوند. سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی، اشغال، الحاق یا تغییرات اسرائیل در سرزمین ها را کلش غیر قانونی اعلام کنند. عجیب بود. شما شنیده بودین تالی به این اندازه؟ نه، او سر سازمان ملل هیچ خبر نبود. همین 9 ماه پیش میگفت که گوترش باید برکنار شود. حال از او کش مانده. ناتانیاهو چی گفت؟ گفت که کاملا ما ایر رد میکنیم، مردم یهود در سرزمین خود اشغالگر نیست. بیا پوره کن سرزمین خود. خیلی این میلیون ها نفره که بیرون انداختن کی هست؟ گفتم ما در سرزمین خود هستیم، ما به اصطلاح این چیزا ما اشغالگر نیستیم، در پایتخت ابدی خود ما اورشلیم یا نه در میراث اجدادی ما در یهودیه و سامره. خب
اورشلیم خو پایگاه سه ادیان است. نه 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 میگه فقط دیوانه خودم. اینا مرغ از یا یک لنگ داره خلاصه. میگه یک تصمیم نادرستی در لاحه که گرفته شده نمیتونه یک قد تاریخی رو تعریف کنه. خلاص دستان خلاص. یه نمیتونه گفته. بله ما از اون خاطر گفتم که فیصله دادگاه بین المللی دادگستری به اصطلاح اشاره به جنگ دائمی علیه اسرائیل است. لاوروف هم در این رابطه گفته بیم در سال 1949 ما به درخواست اسرائیل میره در عضویتشان در سازمان ملل متحد به رسمیت شناختیم. در وقت شوروی بود. اما گفته بودیم که قطعنامه 181 و 194 مجمع عمومی را در مورد طرح تقسیم فلسطین و حق بازگشت آوارگان اجرا شود و اجرا نکردند. این حال میخواه لاوروف میخواه بگوید که حال که هر چیزی که سرتان آمد امو به صلاح چیزی که عوض داره گله نداره. جواب داده اسرائیل. نه سر ترور خانم ایرینا فاریون نماینده پارلمان اوکراین در شهر لویف نشانه نابودی کامل اوکراین ما به صلاح کوتاه اینجا شرح میدم. ایرینا فاریون 60 ساله دارای محاسن بسیار محاسن زیبا موهای عضو مجلس رئیس کمیته فرهنگ و زبان در پارلمان اوکراین. شما تصور بکنید. خب برای چی؟ با ملیگرایی افراطی بسیار معروف بود. وقتی که اینمی چیز برای شما میگم یک ذهنتون رو به طرف کابل هم بیارین. یادم در خیابان مساریک توسط یک مهاجم ناشناس از نای سر هدف قرار گرفتم. نارسیده در بیمارستان مطابق گفته آندری سادوی شهردار لووف جان باخت خلاص. ایتو در فرقش خود جا در جا کشته شده. شهردار گفت که دیگه جای امنی در اوکراین وجود نداره. خب کسی که کشته شد فریون 6 ماه پیش هشدار داده بود. امی خانم 6 ماه پیش هشدار داده بود این شهر لووف که است در انگلیسی لویف نوشته میشه. خب پر از خرابکاران مسکوی است، یعنی روسی که میتو برالا روسی گپ میزنن. بلی آز خدا بیخی ترافیک بوده ای نوز پارلمان. گفته بود که ما در امتداد میدان رینوک قدم میزدم چند نفر دیدم که روسی گپ میزدن. الله چی مصیبتی. قدم میزده که چند نفر روی روسی صحبت میکرده دیگه این آسمان سرش افتاده که چطور چند نفر روسی گپ میزنن. خب گفته که من نفر میدیم که یا کی هستن از کجا آمدن این مسکوی ها. خب چرا این خانم قدر تعجب کرده شوق دیده که چند نفر روسی گپ میزنن. گفته که به خاطر از اینکه ما هرگز نباید جمعیت روس زبان داشته باشیم. هرگز. این شخصیت، این نویسنده، این سیاستگر، این آدم به اصطلاح روشن فکر. خود چرا نداشته باشین؟ میگه دادگاه قانون اساسی اوکراین از برسمیت شناختن ای رقم افراد خودداری میکنه. در قانون نیست کسی روسی گپ بزند. اوه یک وقت زلینسکی که وقت چی نبود رئیس جمهور نشده بود کمدین بود. او وقت در باره ایرینا فریون گفته بود که والا ایرینا فریون زیر فشار مردم روزبان از مسکوی ها. گفته که برخی از مسکوی ها بسیار آمدن پیش ایرینا فریون که یه آدم قانع بسازن که آزار و اذیت مردمی که به زبان روسی صحبت میکنن دست بردار. بگذار به زبان خود صحبت بکنن. آزار و اذیت بس کن. در دونسک، در دونسک که جای خودشان بودن، در کریمه
اونا مردم اینجا روسی صحبت میکنن، همین تناب سختگیری یا کمک شرک و دیگه اون هم میکده میگه نه هیچ امکان نداره، این افراطی چطور خواه میبرده ایره. گفتن مسکوی آمدن که همی به حال خود رها کو مردم به طور در پرتب قانون به مردم فرصت بدین که به زبان روسی صحبت بکنن، او کدام خطری هم نداره، نه موشک است نه کدام چیز دیگه است، یعنی زبان هرگز کشور مادری به اصطلاح دو کشور تقسیم نکنید. باز خود زلنسکی دوران کمدیانی چی میگه؟ یعنی من خودم میگه خون یهودی دارم، روسی صحبت میکنم اما شهروند اوکراین هستم. روسیه و اوکراین واقعا مردمان برادر هستیم، من میلیون ها نفر میشناسیم، هزاران نفر میشناسیم در روسیه زندگی میکنن، مردم شگفت انگیز، ما هم رنگ هستیم، هم خون هستیم، هم دیگر هم میفهمیم فارغ از مسائل زبان و گفا. این گپ سابق زلینسکی است. آل برین خب این دیگه داستان است. خب این فاریون، ایرینا فاریون یک متعصب جنون زده و عمیقا متوهم بود. وقتی چیزای شما دنبال کردم ای چه رقم آدم بوده، یک دو سه نفر در کابل هم ما شما داریم نیم تو بسیار همیتو نامدار همیتو شاخدار امی رقم. ای ایرینا فایرون گفته بود که این بیخی هیچ خوش نمی برده، میگه ببین نواسه ما دیمیتری 3.5 سال از رفته در کودکستان در مهد کودک، یک کودک اونجا بوده به نام گریشا، گفته سلام این گریشا دیگه یعنی کودک روسی زبان است. میگه با دیمیتری گریشا گفته سلام کودک کودک پاک چیز آلوده با پلیدی های مثلا ایرینا فاریون و نیست. اینمی نویسنده خلاق و سیاستگر چی میگه؟ خودش نوشته بود، میگه نواسه ما باید با مشتش با مشت کوچکش به دهان از او میزد تا زبان اوکراینی را یاد بگیره. اما نواسی ما میه با کودک با عصبانت به خانه میه میگه که مادر بزرگ یک مسکوی، اینه تو گفته بودی یک مسکوی در مهد کودک پیدا شده، ما چه بکنم؟ مادر بزرگ شریف و نویسنده خلاق چی میگه؟ میگه در دانش بزن، یک مسکوی باید نابود شود. خب امروز کدام کسی پیدا شده؟ ایرینا فالیون دیروز یک دو مرمیدم فرقش زده ایره کشته و پایان برنامه را ما به می نکات اعلان میکنم. تا بعد.